پاتاق امشب ما خونه شماست. خوش اومدیم به پاتاق ما. درود به همه هموطنان و همه هممیهنان عزیزم. هر جای دنیا که هستین و نشستین و دارید ما رو تماشا میکنید. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز از برنامه خوب آیتینه تورنتو. ما امروز برنامه پاتوق رو مهمون خونه هاتون هستیم. همونطور که بیتا جان گفتن از طرف ITN تورنتو مهمون خونه هاتون هستیم. میخوایم بشینیم در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم. اصلا یه موضوعی چرز که یه موضوع جذاب که خیلی از آقایون دوست دارن. دیدنی آقایون که حالا چرز کنم دیدنی اصلا حرف نداره، فوق‌العاده است. من شخصا موافقش نیستم چون یکیشم زیاده دیگه، دوتاشو خدا به خیر بکنه. والا اینجوری که ایشون گفتش که دیدنی، مشخصه که خیلی خوشش اومده و خیلی دوست داره از موضوع برنامه امروزمون. اصلا من چیزم، من نسبت بهش جبهه دارم. من میگم آخه، من بهتون میگم که اصلا یکیشم زیاده دیگه، چه برسه به بیشتر از یکی. منظور از برنامه‌مون چی بود اسمش؟ ما امروز میخوایم در مورد چند همسری یا زن دوم و سوم و چهارم صحبت بکنیم. چند همسری یا زن دوم و سوم و چهارم. پس یعنی در از شما اگر دو تا زن بگیرید انگار سوم و چهارم و پنجم هم گرفتید، فرقی نمیکنه. نه دیگه، نه اگه دو تا بگیرن که نمیتونن بگن سوم چهارم پنجم گرفتن، که همینجوری بگیرن هی در سرشون میره بالاتر. نه یعنی در اصل من به نظر من کسایی که زن دومو میگیرن مطمئن باشید همسرای دوم، به شما خانوما منظورم هستش، مطمئن باشید اون آقا شما رو میذاره دوباره کنار، سراغ سومی و چهارمی هم خواهد رفت. بعد اون وقت یعنی من یه سوال الان پیش اومد، ما هی داریم میگیم چند همسری، بعد میگیم زن دوم، زن سوم، زن چهارم. الان چند همسری فقط شامل خانوما میشه؟ یعنی شامل چجوری بگم، شامل آقایون میشه؟ آقایون چند تا همسر داشته باشن؟ البته اگه بخوایم از دید کشور خودمون نگاه کنیم، بله فقط آقایون هستن که میتونن چند تا همسر داشته باشن، ولی تو کشورهای دیگه خانوما میتونن چند تا همسر داشته باشن. البته آقایون هم خودشون نمیتونن چند تا همسر داشته باشن. یعنی اینجوری نیست که قانون میگه، ولی خب نمیشه اونجوری نیست که مثلا حالا خانوماشون اجازه بدن، باید شرایط خیلی خاصی مهیا باشه براشون. ولی آره تو کشور دیگه من دیدم که اصلا یه ذره یه چیزی بگم، بیشتر مقصر خود خانوما هستن. میدونین چرا باید یه آقا به خودش اجازه بده که دومی و سومی و چهارمی رو بگیره؟ بعضی وقتا اصلا خیلی از خانوما دوست دارن آقاشون یه زن دیگه داشته باشه که دور و برشون نیاد، راحت باشن از دستش. فکر نمی‌کنم دیگه، برای ما خانوما دارن حرف درست می‌کنن، می‌خوام برن خرابکاری کنن بندازن گردن خانوما. می‌خوام بهونه بگیریم ما. دقیقاً. نه این بهانه است، آفرین، چه بهانه‌ای. ولی باور کنید بعضی از خانوما انقدر نازنین هستن، انقدر دوست داشتنی هستن، انقدر باگذشت هستن، باعث میشه که آقایون برن زن دوم و سوم و چهارم. نه خب اگه دوست داشتنی نازنین باشن که دیگه آقای نمیره زن دوم و سوم. ولی مطمئن باشید از دوست داشتنی و نازنین بدن. اگه یه ذره جدی باشن، خشن باشن، خوشحالش میشه زیادی، خوشش میاد دیگه. جرأت نمیکنن زن دوم و سوم و چهارم بگیرن. قبول دارید شما بینندگان از ما؟ بذار بریم یه میان برنامه کوچولو ببینیم، برمیگردیم ادامه میدیم. بریم و بیایم. What's up
of Toronto. تورنتو چه خبر؟ چه خبر تورنتو؟ سعیده هستم. علیرضا هستم. امروز یه عالمه برنامه داریم، نه فقط توی استودیوم بلکه بیرون از استودیوم هست. میخوای در مورد موضوع امروزمون صحبت کنی علیرضا؟ آره، موضوع خیلی خفنی داریم براتون. زن دوم. خیلی هیجان انگیز. میگم خودم یه جوری میشم. یه حس ترس میگیرم، یه حس خوشحالی چیزی میگیرم، ولی حالا بگم بریم تو ماشین، بریم بیرون، هوا هم عالیه، اونجا براتون بگیریم ببینیم چه خبر تو تورنتو. دقیقاً همینطور. پس با ما باشید. Your opinion technically about the guys who get married or they have wife and they have another wife at the same times. Do you agree or disagree with that? Well, personally I don't think I have like a right to agree or disagree because it's their own culture and your own beliefs and whatever. But personally for me I wouldn't because I want to like dedicate my life to one person forever. But people who do that, it's because of their personal beliefs and their cultural reasons and stuff like that. So it's cool, I guess, to me. Sure. I don't think I would either. I would not do that. But both of the women agree with this marriage. Do you agree with this or disagree with this? Disagree. I've always imagined myself having what like I think would be like a traditional marriage where it's like husband and wife and then you have children together. Yeah. So like I don't know if I would be comfortable to yeah, with I that. Would not feel comfortable having a husband who has another wife or even going in on someone else's marriage if yeah. they were already settled down to someone. Yeah, I agree. And can you tell us why? It's adultery. No, it's not. It's adultery. It's against the Ten Commandments. You don't do that. It's the best person you ever met. Would you agree with that? Even if I love them so much, I feel like I wouldn't because I'm the kind of person who wants one person and I want that person to want me alone, so no. Thank you. Thank you. I'm actually against it. Against yeah, it? Yeah, sure. Can you tell us why? Just as a, like a legal? It would cost him too much money because he's cheap. خب نظر شما حالا چیه؟ اصلا شما خودتون کسی رو میشناسید که دور و برتون یه حالا یه همچین اتفاق براشون افتاده باشه، یکی دو تا زن داشته باشن؟ چند همسری؟ آره بابا میشناسین چند همسری؟ خودت کسی رو میشناسی یا نه؟ والا من خودم یه چیزی دارم، یه حالا نمیدونم بگم خاطره، بگم تجربه، بگم چی. اصلا ما جاتون خالی یه جای رفته بودیم، یه برنامه‌ای بود، عروسی، مراسم عروسی بود که ایرانی هم البته نبودن ها، و پدر عروس دو تا همسر داشت و خب هر جایی که ما میدیدیم، مثلا نشسته بودیم داشتیم باشون صحبت میکردیم، هر جا که ما میدیدیم یکی از همسران این طرفشون بود، یکی این طرفشون بود، آقا هم وسط حالا میرفت میومد، اینا همهشون دوتا خانوم کنارش بودن، هواشو داشتن، باهاش میرفتن و میومدن، باهاش ازش پذیرایی میکردن، بعد اصلا میخواستن عکس بگیرن، آقا میستاد وسط، دوتا خانوم دو طرفش میستادن، میخواستن غذا بخورن، آقا میشست، بعد خانوما میشستن کنارش، بعد موقع شام کلن خانوما داشتن ازش پذیرایی میکردن. اصلا یه جوری شده بود که به جای این که ما که حالا خب ندیده بودیم این مدل ها رو، به جای این که اصلا حواسمون باشه به عروس و دوماد و اتفاقاتی که اون وسط داره میفته، ما حواسمون به این بنده خدا بود ببینیم چقدر واقعا زندگی میتونه شیرین باشه، و خلاصه که خیلی داشت بهشون خوش میگذشت. شما با همین فرمون پیش برید، یه نیمه گم شده ملت رو زخمی میکنید تا نیمه گم شده خودتون رو پیدا کنید. ما تو این مسیر بارها گفتم هر چی زخمی بدیم، هر چی کشته بدیم کمه. مسیر غرور آفرینیه. شما اگه یک بار دیگه به دنیا بیاید همین راه ادامه میدین؟ نه متاسفانه خیلی پشیمونم. خیلی واقعا؟ بله پشیمونم که چرا اینقدر دیر شروع کردم. من خیلی زودتر میتونستم شروع کنم. این اگه میدونستم این خانوما اینقدر صبورن، اینقدر مقاومن، اینقدر استقامت دارن، خیلی زودتر از اینا روشون حساب میکردم. شاید تا الان نیمه گم شده رو پیدا میکردم و اینقدر زخمی و کشته نمیدادیم. یعنی من عاشق این صداقتتونم. خواهش میکنم، زنده باشین. بالاخره اغلب خانوما عاشق این ویژگی من میشن. عرض کردم من بنده تو زندگیم بنا رو رو صداقت گذاشتم، و از همین تریبون میخوام خدمت آقایون، دوربین کجاست؟ اینه؟
از همین تریبون میخوام خدمت آقایون عرض کنم، البته من کوچکتر از این حرفم بخوام نصیحت کنم، ولی آقایونی که میخوان چنین مجموعه ای داشته باشن با زیرابی رفتن و با پنهانکاری و زیر رو کشیدن حال نمیده. آقای عزیز از دماغت در میاد، اگه میتونی رو بازی کن حالشو میبری، اگر نه به همون یه دونه اکتفا کن، تو تک نرخی. پس شما فکر میکنی چون صداقت دارین هر کاری میتونین انجام بدین؟ نه من کار غلطی نکردم واقعا، میلم میکشیده، بدنم میکشیده، جیبم میکشیده، همه چی میکشیده. شما فکر میکنی چون پول داری هر کاری میتونی انجام بدی؟ من فکر نمیکنم، من مطمئنم. یه زمانی پدر خدا بیامرز من میرفت کلانتری محل یه تار سیبیل میذاشت تو کلانتری، 5 تا زندونی آزاد میکرد. اما الان تار سیبیل که هیچی، کل سیبیلم بذاره یه 50 گرم پنیر تبریز بهت نمیدن. شما اصلا شغل اصلیتون چیه؟ سوال خوب میپرسین خانم میلان. شغل من برقراری عدالت و تساوی بین آحاد این خانم هاست. خودش شغل بسیار سنگین، بسیار زمانبر، بسیار هزینه بره. یه مثالی خدمتتون عرض می‌کنم، بنده قبل از اینکه می‌خواستم بیام اینجا بین خانم ها یه شوری گذاشتیم که اصلا من بیام توی مصاحبه یا نه، همه خانم ها گفتن نرو، ولی خانم اول گفت برو و من اومدم. ببین این عین عدالته، چون اگه خانم اول نبود بقیه هم نبودن. ببینید چقدر من کار سختی پیش رو دارم. به قول خواننده فقید و از وطن جلای وطن کرده، تموم دنیا یک طرف یک طرف عزیزم عزیز، تمام دنیا یک طرف تو یک طرف عزیزم عزیزم، تمام خوبا یک طرف تو یک طرف عزیزم عزیزم، آهسته و پیوسته مهرت به دل نشسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم، تلسم ناامیدی تو قلب من شکسته، حالا جونم به جونت بسته عزیزم. بالا اینجوری که ایشون تعریف میکنه، من فکر میکنم از فردا تمام ایرانی ها، آقایون ایرانی تشریف ببرن، دو تا سه تا زن بگیرن. آخه ما نمیدونیم، ما نمیدونیم که دقیقاً از اون مراسم عروسی که میرن بیرون چه اتفاقاتی میفته، شاید همون یه شویی باشه جلوی بقیه. ایرانی بودن؟ نه ایرانی نبودن اصلا. درسته. تعادل رو یعنی در اصل برقرار میکنن. شما میخواید اینو ببینندگان عزیز ما بگید. تعادل که آره، خب بالاخره مجبورن تعادل رو برقرار بکنن دیگه. نه یکی که دو تا زن رو برقرار میکنه یا خانوما منظورین که تعادل رو برقرار میکنن؟ نه خانوما چجوری میخوان تعادل برقرار کنن؟ خانوما هی سعی میکنن رقابت بکنن بیشتر با آقای برسن دیگه. آقای تعادل رو بین دو تا خانومش برقرار میکرد. یکی سمت راستش یکی سمت چپش. درسته؟ چرا که نه، آره میتونن به عنوان بادیگارد. آها شما دوست داشتی؟ کسی دیگه نزدیکش بشه بزنن. درسته. آره. ولی مطمئن باشید کسی که، حالا یه چیزی من بگم، کسی که زن دومو میگیره مطمئن باشید اون زن دوم خیلی خوشحال نباشه. سریع کنار میره و زن سومی هم میاد، به زودی در کار خواهد بود. ولی این که شما میگید برای یه کشور دیگه بوده. حالا اگر ایرانیا باشن خانم اولشون رو میذارن کنار، میرن سراغ زن دوم، بعد چند وقت زن دومو میذارن کنار، میرن سراغ زن سوم و به ترتیب هر چند ماه یه دفعه. خب الان خانم ایرانی دوست دارن که آقای اولی نذاره کنار بره دنبال دومی. خب نه، همزمان داشته باشن. آها، یعنی شما دوست دارید که آقایون برن دو تا دو تا زن بگیرن دیگه. نه من دوست ندارم، ولی میگم خانوما ترجیح میدن که کنار گذاشته بشن یا باشن همچنان. نه دیگه، خانوما دوست ندارن اصلا. مثلا میگه این که شما بگید به ما دوست داشته باشید که خانوما چند تا همسر، حالا در کشور ما نمیتونن چند تا همسر داشته باشن، ولی میتونن در کنارش شیطنتایی هم بکنن که متاسفانه یه وقتا این اتفاق میفته. البته کمتر پیش میاد، این کارا همیشه آقایون انجام دادن، ولی خب مثل اینه. آیا شما آقایون میپذیرید یه همچین موضوع رو؟ من هیچ طرفشو نمیپذیرم واقعا. حالا جدای از شوخی رو بذاریم کنار، واقعا من هیچ کدومشون رو نمیپذیرم. یه شاید مثال زدنش خیلی درست نباشه، ولی به نظر من نمیشه گفت قانون، یه قانون نانوشته است توی طبیعت که خیلی از در واقع مخلوقات خداوند وقتی که به دنیا میان تا لحظه مرگشون فقط یه دونه همسر دارن، حالا که تو خیلی از مخلوقات مختلف این ثابت شده، ولی
متاسفانه انسان موجود تنوع طلبیه، چه آقا چه خانم. جایز الخطا است منظورتون اینه؟ نه نه اونجا هیچی، ولی الان نمیخوام بهش بگم خطا، ولی تنوع طلبن دیگه. یعنی یه مدتی که میگذره خسته میشن، تکراری میشه براشون زندگی، نه اینکه اون خانوم یا اون آقا همسرشون براش تکراری بشه، کلا اون سبک زندگی تکراری میشه. به نظر من با تنوع دادن به زندگی آدما شاید بتونن یه ذره جلوی این اتفاقات رو بگیرن، یه ذره سعی بکنن که اتفاقا وقتی که یه همچین حالتی پیش میاد به نظر من مشکلاتشون چند برابر میشه. خب اگر تنوع طلب هستن مطمئن باش همونجوری که خودم گفتم بعد چند وقت خیلی هم زود خسته میشن از همون همسر دوم، یا اگر دوست دختری دارن به عنوان کسی کنارشون قرار گرفته دومی شخص آوردن، مطمئن باشید زود خسته میشن. قابل توجه آقایون نکنید این کارا رو، درست نیست، قشنگ نیست. هر وقت خواستید این کارا بکنید، این شیطونیا بکنید، یه لحظه خودتون رو بذارید جای همسر اولتون، ببینید قشنگه یا قشنگ نیست. میونه چند تا همسر امشب برم کدوم و اینم شده درد سر، کجا حال میده بیشتر؟ یکیش لباس تنگ پوش، پلنگ و پرشون و جوش، باید خورم دوایی تا بیابم قوایی، یکیش لطیف و ناناز، اون یکیم بدن ساز، یکیش بخته و باحال، اون یکی کم سن و سال. میونه چند تا همسر امشب برم کدوم و اینم شده درد سر، کجا حال میده بیشتر؟ آخه یه مرد گاهی چاره نداره، همش تستوسترون ازش میباره، ولی شاید نشه باورتون که انگیزه های خیرخواهانه داره. آره عمو جانتون نیکوکاره. چه خبره چند تا همسر کارت بخوره تو اون کمر، یه دل دارید نبیشتر پس با یکی بکن سر. زن مگه دل نداره، مردک چند چل باره، ریسمان خانواده اینجوری میشه پاره. چه خبره چند تا همسر کارت بخوره تو اون کمر، با یکیشون بکن سر مردی که یه کر خر. به جای تبلیغ چند همسری شرایط ازدواج جوانها رو تسهیل کنید. منم دقیقا همیشه میگم که بهتره که همیشه شما خودتون قضاوت بکنید وقتی میخواید که یه کار اینجوری بکنید، هر چیزی، نه صرفا فقط حالا چند همسری یا چیزای این شکلی، هر کاری که میخواید بکنید خودتون رو بذارید جای طرف مقابلتون و ببینید اگر که این اتفاق برای شما میافتاد و اگر شما بودید که داشتین در واقع این تجربه رو میکردین، چه حسی بهتون دست میداد، چه حالی میشدین، اصلا چجوری میشد، یعنی زندگیتون چجوری میخواست پیش بره اونجوری. حالا به نظر من یک کار دیگه هم آقایو میتونم بکنم، همون کارهایی که دوست دارم برای همسر دومشون انجام بدن روی همسر اولشون پیاده بکنن، مطمئن باشید خیلی بهتر جواب میده. قبول داری شما؟ آره اینا قبول دارم واقعا. اگر که اون انرژی که میذارن، چه خانم چه آقا، اون انرژی که ممکنه بخوان برن بذارن یک کس جدیدو پیدا بکنن، بعد براش انرژی بذارن جذبش بکنن، برای همون همسر خودشون انرژی بذارن، من مطمئنم که بیشتر نتیجه میگیرن. بابا دنبال دردسر نگردید، به خدا دردسر میاد تو خونتون، سختره. همسر اولتون از همه جا بهتره، از همه لحاظ بهتره، عالیه. میدونی چرا؟ چون زندگیشون رو تو کوچیکی با هم ساختن، با هم روش کردن. واقعا به نظر من اگرم که احساس میکنن که خوب نیست این زندگی یا اون همسر خوب نیست، نمیتونن اصلا تحملش بکنن، با هم مشکل دارن، نیازی نیست که برن خیانت بکنن در کنارش. حالا حتی شاید هم اسمشو خیانت نذاریم، یعنی شاید هم یه جوری باشه که طرف بگه آقا ازش اجازه گرفتم. نه نیازی نیست که آقا خدافظی بکن، بذار بره پی زندگیش، نگهش ندار توی اون قفس، حالا توی اون محدوده نگهش ندار، بعد خودت برو کار دیگه ای بکن، با کسی دیگه ای باش. به نظر معذر من اینه. دقیقاً یه برنامه قشنگ ضبط کردیم در رابطه با این برنامه تو آی رادیوز، بریم با هم ببینیم و برگردیم. آره ما توی در واقع برنامه‌مون همیشه آی رادیوز حامی ما بوده، یه قسمتایی از برنامه‌مون رو به صورت رادیویی ضبط کردیم توی استودیو آی رادیوز، میریم اونا رو ببینیم برمیگردیم.
از خودشون داره تعریف میکنه، ولش که میکنی یا به دو ثانیه از آقایون دفاع میکنه. خب دیگه والا من فکر میکنم که آقایون اگر که یه کمبودی توی زندگی اصلشون داشته باشن، اونجاست که میرن به فکر میفتن که زن دوم بگیرن. ولی من اینجوری فکر نمیکنم. من فکر میکنم میتونه یه مقدار به خانم خودش، یعنی همون همسر اولش، بیشتر برسه. اگرم چیزی رو دوست داره که ایشون کم داره، باهاش صحبت کنه، به این نتیجه برسن، بهتره که بزن دوم بگیره و طفلک رو انقدر اذیت کنه. بابا جان الان شما میگی که آقای به زن خودش برسه، زن دوم هم نگیره، خانوم هم بیمحلی بکنه، بعد اون وقت چی میشه؟ بنده خدا چه گناهی کرده؟ آخه اینقدر از این کارا کردید که توی امریکا خانوما میان میرن شوهر دوم میگیرن دیگه. حالا ببینید خوبه. جدی؟ بله، مگه خبر ندارید؟ عجب. آره راست میگی، من اصلا توی یوتیوب هم دیده بودم یه سری ویدیوها براش پخش شده بود که خانوم ها میرن دوتا شوهر دارن و با هم ستایی دارن زندگی میکنن. آره جالبیش این بود که برای منم هر ستاشون با هم دیگه زیر سقف زندگی میکنن، هر ستاشون هم خیلی خوب و خوش و راحت هستن. این موضوع خیلی جالبه، چه درکی دارن. آره خب بالاخره مسئله اینجاست که اونا هم باید حتما به یه چیزی، دقیقاً یه کمبودی توی زندگیشون باشه که بخوان در واقع اینو اونجوری جبران بکنن. من نظر شخصی مینه. ولی یه چیزی بگم، خداییش خانوما بهتر میتونن محبتشون رو پخش کنن بین چند تا آقایون. ولی این آقایون که میخوان بیان برن چند تا زن بگیرن، یا از این غافل میشن یا از اون یکی غافل میشن. پس به این نتیجه میرسیم همون خانوما برن یه همسر دیگه داشته باشن بهتر از اینکه آقایون دو تا زن داشته باشن. الان من نفهمیدم چی شد، شما میخواین که با قضیه زن دوم داشتن مخالفت بکنین یا قضیه شوهر دوم رو باب بکنین؟ با زن دوم داشتن 100% مخالفم، ولی اگه قرار باشه آقایون دائم توی این فکرها باشن، حالا اگه زن دومم نگیرن یه کسی رو داشته باشن بدتر از زن دوم باشه، محضریش نکنن، همون بهتر که این آقایون خانوماشون دوتا شوهر داشته باشن که مزدش رو بفهمن. آخ آخ که چقدر بده و زشته این کار. زشته بابا. قسمت‌های جذاب و دیدنی که ملاحظه کردید از آیردیوز پخش شد و شما دیدید. آیردیوز ده‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی هستش که میتونید با دانلود کردن اپ این رادیو همه رو شما هم ببینید و داشته باشید. شما خیلی راحت میتونید برید توی اپل استور یا گوگل اپ آیردیوز، iradios.ca رو دانلود بکنید و از همه امکانات این اپ رادیو استفاده. من گوشیم آوردم که براتون توضیح بدم که چجوری میتونید دانلود بکنید. همونطوری که میبینید توی گوشیتون خیلی راحت میتونید برید اپل استور رو باز بکنید. توی اپل استور وقتی باز کردید توی گزینه سرچ iradios.ca بزنید و از همه اتفاقات مطلع بشید. همینجا اصلا گزینه چهارم هم هست، من الان دانلودش کردم دارمش، ولی شما میتونید دانلود بکنید. یه لوگوی بنفش خیلی قشنگی داره که تمام در واقع شبکه‌های رادیویی، 6 تا شبکه رادیویی، فارسی، ارمنی، عربی، آشوری، اسپانیایی و همچنین ترکی رو داره. یه شبکه هم داره که تمام این موزیک‌ها رو به صورت میکس براتون پخش می‌کنه. 4 تا شبکه تلویزیونی هم داره که موزیک ویدیو براتون پخش می‌کنه. شما میتونید هم آنلاین استریم بکنید، هم دانلود بکنید. هر لحظه میتونید موزیکا رو گوش بدید. حتی خودتون میتونید از موزیکایی که توی اپ وجود داره در واقع یه میکس درست بکنید، خودتون دیجی خودتون بشید، مهمونی خودتون و لذتش رو ببرید. امیدوارم که ازش لذت ببرید. ما که همیشه کیف میکنیم با آیردیوز. یعنی در اصل با آیردیوز شما در داخل ماشیناتون، در حال رانندگی کردن، تو ترافیک موندن یا هر جا که هستید، به هزار مدل زبان میتونید آیردیوز رو داشته باشید. بله. خب برمیگردیم به بحث اصلی برنامه‌مون، از بحث دور نشیم. آها که بحث جذاب دیدنی آقایون بود. بله. آره دیگه آخه چی بگم؟ هر چی ما هم میایم بگیم هم میگن بحث جذاب آقایون. آقا اصلا خود خانوما هم در مورد این چیز ویدیوهاش موجوده. خانوما هم هستن که حالا نه داخل ایران، ولی خانم های خارج از ایران هستن که چند تا همسر دارن، دو تا همسر دارن و خیلی هم خوش و خرم دارن با هم زندگی میکنن. حالا اصولا آقایونی که چند تا همسر دارن توی ایران اینجوری هستن که خب واسه هر کدوم از خانوماشون باید یه خونه جدا بگیرن، ولی خانم هایی که چند تا همسر دارن، دو تا همسر، حالا دو تا همسر دارن دیگه، بیشتر دیگه ندارن، دو تا همسر دارن توی خارج از ایران، با همسرشون سه نفری، حالا یه خانواده اگرم بچه داشته باشن، با بچه‌هاشون همشون با هم توی خونه زندگی می‌کنن. خیلی جالبه. آره شنیده بودم این موضوع رو، ولی این داخل کشور ما خب کار نمی‌کنه. این قسمت
به خارج از ایران هستش. حالا شما یه فکری بکنید برای بچه‌های داخل ایران، آیا راهی هست که تلافیشو خانوما سر آقایون در بیارن که شما دیگه اینجوری نخندید و لذت نبرید، یا نه راهی نیست؟ من اصولا لذت بردنم از بحث کردن جنجالیه، اصولا لذت بردنم از این اتفاق، از در واقع اون لحظاتیه که میشینیم سر این چیزا با هم کلکل میکنیم، چه با شما توی برنامه چه با دوستانم بیرون برنامه. و ولی خانومها راه خوب راحتشون اینه که هوای همسرشون رو بیشتر داشته باشن، آقایون هم هوای همسرشون رو بیشتر داشته باشن، اینجوری دیگه هیچ کس نمیرسه. البته من فکر میکنم بعضی از آقایون که به قول شما متنوع میخوان کار بکنن، یا اینکه میگید خسته میشن از زن اول میرن زن دوم میگیرن، من فکر میکنم این آقایون وقتی مثلا میخوان برن سفر یا میخوان برن حالا مهمونی هر جا، میگم به مشکلم میخورن. چرا؟ قبول نداری؟ خب چطوری میشه که هر دو تا همسر رو با هم دیگه مثلا بخوام ببرم به پیش خانواده اون یکی همسرشون؟ همچنین چیزی میشه؟ خب اونا رو دیگه هماهنگ میکنن نمیرن دیگه. ولی اصلا حالا ما همه این صحبت ها که میکنیم، مقصدمون به نظرم کسایی هستن که خانومه خبر داره از اینکه شوهرش یه همسر دیگه داره. آخه همشون خبردار میشن؟ نه خب خیلی خبر ندارن. اونا که خیلی هستن که دوتا همسر دارن ولی خانومه هیچ وقت خبردار نمیشه. خب اون که یواشه که این کار میکنه، اون یه بوده دیگه شه. ولی اون کسایی که میدونن، چطوری شماها میرید با هم دیگه سه تایی، چه میدونم، یا چهار تایی با هم میرید توی مهمونی؟ آره بعضیشون سه تا زن دارن. خیلی جالب بود که من توی تلویزیون دیدم سه تا همسراشون اومده بودن کنارشون نشسته بودن، یه آقای جوونی بود خیلی هم خوشحال و راضی، هر سه تا خانوم هم خیلی راضی بودن. واقعا چطوری میشه یه همچین چیز؟ خیلی مشکل و سخته. آره دیگه سخت میشه، اصولا حس برقراری تعادل خیلی سخت میشه همیشه وقتی که از یکی دوتا همسر بیشتر بشه. بعد اینکه تعداد روز هفته کم میاد براشون و دیگه نمیتونن هندل بکنن زندگی رو اینجوری. حالا من یه خاطره از یه بنده خدایی به ذهنم اومد که بگم برای بینندگان عزیز خدا. بله من خاطره گفتم، حالا خاطره شما رو. دقیقاً اینکه یه بنده خدایی بود، ما میشناختیمشون، دوتا همسر داشت و هر دوتاشون هم از وجود همدیگه خبر داشتن. خانم اولش خب خیلی مظلوم بود، چون مظلوم بود همسر به خودشون اجازه داده بودن رفته بودن یه خانم دیگری رو بگیرن. بعد جالب اینجاست که هر وقت میخواست یه شب پیش ایشون بودن، یه شب پیش همسر دومشون، ولی در نهایت همیشه بچه ها ناراضی بودن. یعنی بچه های همسر اولشون همیشه این قضیه رنج می بردن و اینکه همیشه پدر رو در کنار خودشون نداشتن، با اینکه یه روزایی بودن یه روزایی نبودن. ولی در نهایت میخوام بگم که به هر حال یه سختی های کار خودش هم داره، شاید در لحظه قشنگ باشه و اون مرد براش خیلی متنوع باشه، ولی من مطمئنم به مشکلات زیادی میخوره، از قبیل اینکه موها شاید کنده بشه، لباسا شاید کشیده بشه، چه میدونم از این روی چیزا. مگه میشه نباشه؟ آره اصولا حالا یه مسئله هست، نمیدونم چقدر اینجا کاربرد داره یا نه، ولی میگن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. یا اینکه هر کس من نمیخوام بگم دو همسری داشتن چند همسری داشتن طاووسه ها، ولی باید جورش هم بکشن دیگه. ولی از نظر من هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشه. دقیقاً همینطوره، باید پای لرزش هم بشینید. ما میریم یه بخشی در مورد اون خانوم هایی که چند تا همسر دارن میبینیم، برمیگردیم. We'll be right back.
خب ما برگشتیم، الان یه ذره میخوایم براتون یه سری اطلاعات خیلی مهم و جذاب و جالب بدیم. یه ذره میخوام در مورد برنامه صحبت بکنیم که ما از طرف شبکه ITN لس آنجلس، از طرف آقای شبخیز عزیز که خیلی درود میفرستیم بهشون، ما اینجا توی تورنتو کانادا مأمور شدیم که برنامه ITN رو بیاریم توی تورنتو. خبر خیلی خوب و جالب و دیدنیه که در واقع یه مشتلق میخوایم بدیم به همه ساکنان تورنتو و کل شهرهای کانادا. ما ITN رو داریم میاریم اینجا. آقای شهریار خادمی تهیه کننده و کارگردان در واقع برنامه ITN توی تورنتو هستن که ما برنامه ها رو از اینجا براتون ضبط کنیم، پخش بکنیم. در حال حاضر سه شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت تورنتو میتونید در واقع بیننده برنامه ما باشید. به زودی هم، حالا به زودیشو شما بگید که همش من حرف نزنم. نه خواهش میکنم، به زودی اینکه شبکه ITN تورنتو هر روز و هر روز به خونه های خوب شما بینندگان عزیز میاد. منتظر باشید که هر روز شبکه ITN تورنتو رو در منزل خودتون داشته باشید. ما از همین فرصت میخوایم خیلی استفاده بکنیم که به همه بیزینس های موفق تورنتو، بیزینس هایی که تازه بازگشایی شدن و دلشون میخواد که رشد بکنن، این مژده رو بدیم که شما میتونید مهمون برنامه ما باشید. جاتون اینجا کنار ماست، ما بشینیم باهاتون صحبت بکنیم، از سختی های کارتون بگید، از موفقیاتتون برامون بگید و بگید که اصلا چی شد که به اینجا رسیدید. و امیدواریم که همیشه همه شما رو بتونیم کنار ما خودمون داشته باشیم. ما به حمایت های شما مردم و به حمایت های شما بیزینس های تورنتو نیاز داریم که بتونیم هم خودمون برنامه هامون رو بهتر بسازیم، هم شما بیشتر دیده بشید و بهتر دیده بشید. پس یعنی در اصل از شبکه ITN تورنتو بیزینس های خودتون رو به تمام دنیا بهتر و بهتر نشون بدید. در اصل میتونید، بله میتونید با برنامه ما در تماس باشید، با sky.television توی اینستاگرام در تماس باشید و همه جزئیات رو از در واقع بچه های پشت صحنه و تیم در واقع پاتوق و ITN تورنتو بگیرید و با ما بیاید بشین صحبت بکنید. کلی قراره بشینیم گپ بزنیم، همونطوری که بیتا جان گفتن فعلا هفته یک بار و در آینده خیلی نزدیک هر روز مهمون خونه هاتون خواهیم بود و در مورد برنامه های جدیدمون هم باز براتون اطلاع رسانی میکنیم. خب برگردیم با برنامه اصلیمون. موضوعش چی بود؟ آیا تا به حال به رشد و توسعه کسب و کار بیزینس خود اندیشیده اید؟ شما بهترین راهکار رو برای توسعه و معرفی بیزینس خود چه پیشنهاد می‌دهید؟ ما با سالها تجربه در زمینه ساخت و پخش آگهی‌ها و برنامه‌سازی‌های رادیویی و تلویزیونی، همچنین برند ساختن بیزینس شما در کنار شما خواهیم بود تا به بهترین نحو بیزینس شما رو به مخاطبینتون معرفی کنیم. با واحد بازرگانی اسکای تلویزیون در تماس باشید تا موفقیت بیشتر رو در بیزینستون تجربه کنید. خب بینندگان عزیز شبکه ITN، بیننده و شنونده ما هستید از ITN تورنتو برنامه پاتوق. برنامه گرم و دیدنی و جذاب پاتوق از تورنتو. بسیار عالی. من دوست دارم که یه ذره شما این در واقع در مورد کامنت ها برای ما بخونید. ما کامنت های خیلی جالبی میگیریم و هنوز اصلا برنامه ها پخششون شروع نشده بوده، ما کامنت داشتیم آماده. من خیلی دوست دارم که شما نظراتتون در مورد چند همسری، در مورد 2, 3, 4, 5, 6 همسری، در مورد هر اتفاقی که ممکنه بیفته دوست داشته باشید ما در موردش صحبت بکنیم. برای ما کامنت بذارید، برای ما مطالبتون رو ارسال بکنید، ما هر چیزی که شما دوست داشته باشید رو براتون پخش میکنیم، اونجوری که شما دوست داشته باشید براتون حرف میزنیم. و کامنت ها اصولا میگه بهتون گفتم کامنت های خیلی باحالی هم تا حالا گرفتیم، حتما تو برنامه های آینده بیشتر کامنت ها رو میخونیم براتون که ببینیم که شما نظرتون
در مورد برنامه ما، در مورد اتفاقات برنامه ما چی هست؟ خب در اصل یعنی اول همه در مورد کامنت هایی که قراره در مورد موضوع این برنامه ما از شما بگیریم، سوالی دارید یا کسایی که توی این شرایط زندگی میکنن، همسراشون دو تا هست به اصطلاح خانوم دارن یا سه مرتبه ازدواج کردن، حالا یا آقایونی که سه مرتبه یا دو مرتبه ازدواج کردید و تجربه این کار رو دارید، برای ما کامنت بذارید. خوشحال میشیم کامنت های شما رو داشته باشیم و حتما کامنت هاتون رو میخونیم و توی برنامه پخش میکنیم. خیلی خوب، ما دیگه میخوایم کم کم به جنبنده بحثمون برسیم، ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی افتاده، کیا چند تا همسر دارن، کیا اصلا خوبه، بده، چیه، چه جوریه، ما کجاییم، اینجا کجاست. یعنی از خودشون میدونن، خود آقایون میدونن که چقدر بد هستش این کار، اصلا کار قشنگی نیست چون حسش قشنگ نیست، ولی با این حال هر کاری کنن دوست دارن دیگه آقایون ایرانی. ولی یه چیزی من بگم که خیلی مطمئنم خانوم ها و خود آقایون ایرانی تاییدش میکنن، این که کلن دقت کردید که ایرانی های ما چرا آقایونشون بیشترشون موهای سرشون ریخته و مو ندارن؟ من فکر میکنم به خاطر اینکه بیشتر فکر میکنن در جریان اینکه کی زن بگیرن دوباره و کی بخوان دوباره و دوباره و دوباره 63 مرتبه 4 مرتبه تجدید فراش بکنن، این باعث شده موهای سرشون ریخته. چرا آخه؟ چرا آقایونی که مو نداشته باشن آخه چرا بهشون چیز میکنی؟ نه خب آقاییت تو نگاه کن نسبت به کشورهای دیگه چرا باید ایرانی مو سرشون کمتر باشه؟ چون دنی دو تا زن گرفتن؟ نه اصلا تو فکر این چیزا هست، همه کشورها والا خیلی تو فکر این چیزا هستن اگه قرار باشه بهش بود. نه من فکر میکنم آقایون ایرانی بیشتر چون اجازه یه این کارو دارن. آره خب ولی مسئله جاهای دیگه هم، حالا درسته اجازهشو ندارن ولی خب بهش که فکر میکنن که چرا اونا نه من فکر میکنم جرئت نمیکنن بهش فکر بکنن. شما یعنی میخواید بگید از کی جرئت نمیکنن؟ از زناشون؟ از خانوماشون؟ بله اختیار داره خانومای ایرانی، اون جاروهایی که خانومای ایرانی دارن هیچ خانومای هیچ جای دنیا ندارن. جارویی که یعنی دنبالشون بکنن؟ آره جارو و دمپایی و این چیزا اصولا هیچ جای دنیا پیدا نمیشه اونا. خب پس بهتره که کیفیتی که اونا داره هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. خب پس بهتره که بهتاش جار ما بریم ببینیم که پشت سن شماها همینجا باشید یا اینکه بهتره که از شما خدافسی بکنید. من از حضورتون مرخص میشم، مواظب به خودتون باشید، خدافظ. شما نرو، شما نرو، من برم میشه بهتاش رو برمیگردم. صدات داره آرامش، عشق دل منه میخوامش، فقط کافیه یه ندا بده قلبمو میزنم به نامش. خب شنوندگان عزیز آی رادیوس شبکه فارسی، تا لحظات دیگر از شبکه آی تی ان تورنتو با برنامه پاتوق مهمون خونه هاتون خواهیم شد. مال من شدی همه جوره، دلم با دلت جوره جوره، وقتی میشینی کنارم غم و غصه ها دوره دوره. مال من شدی. و اما شما بینندگان عزیز شبکه آی تی ان تورنتو، برنامه پاتو، شما میتونید اپ آی رادیوس رو برای گوشی‌های اندروید یا گوشی‌های اپل از جاهایی که خودتون میدونید دانلود بکنید. کافیه فقط بنویسید iradios.ca و میتونید اپ رو دانلود بکنید، از تمام امکاناتش بهره مند بشید. 6 تا شبکه رادیویی رو میتونید موزیکاشو گوش بدید و لذت ببرید ازشون، فارسی، ترکی، ارمنی، آشوری، عربی و اسپانیش، و همچنین یه شبکه میکس که همه این موزیکا رو براتون پخش میکنه، و ضمناً 4 تا شبکه در واقع تلویزیونی که موزیک ویدیوها رو میتونید هر لحظه استریم بکنید و ازشون لذت ببرید. iRadios is proud to present ITV, a 24/7 music video streaming platform coming to you live in 6 different languages: Persian, Latin, Turkish, Arabic, Armenian, and Assyrian. For over 2 years, we've delivered quality music to our listeners all across the globe, from Tehran to Havana, from Istanbul to Toronto. And now, with the launch of ITV, we are the first of our kind to provide such an incredibly convenient platform to our listeners. So whether you want to play the hottest Latino tracks at your house party, or watch the hottest new Turkish music videos as you commute to work, the iRadios app has it all.
Download the iRadios app today and start enjoying ITV immediately. بینندگان عزیز ITN تورنتو، در یکی از استودیوهای iRadios هستم و با دانلود کردن اپ iRadios میتونید به قسمت iDJ برید و از اونجا آهنگ‌های قشنگ و شاد و میکس کنید و در مهمونی‌های خودتون ازش حسابی استفاده کنید و لذت ببرید. تو که پیشمی عالم بهتره، هی قربونت برم یه سره. خب بینندگان عزیز برنامه پاتوق توی شبکه ITN تورنتو، من الان اومدم توی اتاق سرور شبکه‌های تلویزیونی iRadios. اول باید ازتون معذرت خواهی بکنم به خاطر اینکه صدایی که صدای نویزی که میشنوید صدای در واقع کامپیوترهای سرور برنامه در واقع تلویزیونی iRadios هست و من اومدم اینجا که حالا یه ویو کلی از برنامه ببینیم. همونطور که میبینید 4 تا شبکه تلویزیونی لحظه به لحظه 24 ساعته دارن براتون موزیک ویدیو پخش میکنن. میتونید با دانلود کردن اپ iRadios از این شبکه ها لذت ببرید، موزیک گوش بدید و ضمناً ویدیوهاشون هم ببینید. خیلی راحت iRadios.ca رو تایپ بکنید توی گوگل، برای گوشی اندروید یا اپل فرقی نمیکنه، میتونید دانلودش بکنید، لحظه به لحظه موزیک استریم بکنید، موزیک ویدیو استریم بکنید یا موزیکاتون رو دانلود بکنید. خب امروز یکم هوا خیلی خوب و آفتابی بود، ما گفتیم بیایم بیرون از استودیو با تو صحبت بکنیم. با وجود باد و همه اتفاقات ما سعی میکنیم صدای خودمون رو به گوش شما برسونیم. بعد با اینکه هوا هم خیلی عالی هستش، یه چیز دیگه هم اگه ما در نظر بگیریم باعث میشه که این هوای عالی، این با این نسیم کوچولویی که داره سمت ما میاد، کلی ازش انرژی مثبت بگیریم، درسته؟ آره، این انرژی رو استفاده بکنیم در جهت اینکه به جای اینکه جلوی پیشرفت همدیگه رو بگیریم، با هم چشم هم چشمی بکنیم و حسادت بکنیم برای موفقیت‌ها، بیشتر سعی بکنیم با هم همراه بشیم، به هم کمک بکنیم و تلاش بکنیم برای موفق شدن عزیزانمون، همراهامون. البته یه چیزی هم بگم، وقتی که هوا اینجوری هستش خودش کلی انرژی بهمون میده، در کنارش باعث میشه یادمون بیفته چقدر دنیا قشنگه، در کنار بزرگ بودنش چقدر بهتره که در کنار همدیگه همه چیزو با دوستی، با شادی و همه چی درستش بکنیم. آره دقیقاً، من موافقم که بیشتر سعی بکنیم که همیشه زندگیمون رو جوری بسازیم که با هم در کنار هم موفق بشیم و پیشرفت بکنیم. به امید اون روزی که همه دست به دست همدیگه بدیم و همه چی رو به بهترین نحوش بسازیم. 100%. ما یه سورپرایزی داریم که من دوست داشتم الان در موردش صحبت بکنیم. یه مسابقه می‌خوایم در نظر بگیریم. اونطور که شما می‌دونید من بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدم. یه مسابقه می‌خوایم شروع بکنیم که مسابقه دابسمش خاص برنامه پاتوم هست و این مسابقه رو ما جوری ترتیب میدیم که براتون در واقع شما برای ما ویدیو میفرستید، حالا کسایی که از هر جای دنیا هستن برای ما ویدیو بفرستن از دابسمش هایی که روی برنامه ها اجرا کردن، روی حالا هر موزیکی که دوست دارید اجرا بکنید، ما براتون اون ویدیوها رو به صورت کلیپ درست میکنیم. کسایی که توی در واقع شهر تورنتو هستن میتونن با ما ارتباط برقرار بکنن، با شماره های برنامه ما تماس بگیرن، ما براتون این ویدیوها رو خودمون ضبط میکنیم، حالا یه قسمتی از یه موزیکی که دوست دارید رو شما میخونید، با برنامه خودتون، با طرح خودتون ما براتون ضبط میکنیم، یه ویدیو کلیپ کوتاه درست میکنیم، اون ویدیو کلیپ رو براتون پخش میکنیم، مردم میبینن، نظر میدن و ما مسابقهمون رو اینجوری پیش میبریم، به نفرات برنده هم جایزه های جذابی تعلق. کلی پر هیجانه به خاطر اینکه خود مجریام در این برنامه هستن، کمکتون میکنن و در کنار شما، در کنار این مسابقه هستن و یه برنامه خیلی عالی درست میشه. در اصل 100% ما سعی میکنیم که همیشه کار اصلی که ما میخوایم بکنیم اینه که شما بهتون خوش بگذره، شما خودتون تو برنامه سازی ما همراه باشید، همکاری بکنید با ما و در کنارش ما هم از بودن در کنار شما لذت ببریم و برنامه هامونو به شکل بهتر براتون ارائه بدیم. شما تو این برنامه ما خیلی قشنگ نشون داده خواهید شد. کسانی که دوست دارن خوانندگی خودشون رو نشونه بیننده های دیگه بدن و اینکه دابسمش های خیلی عالی میذارن و خصوصا تو اینستاگرام خیلی فعال هستن، میتونید شرکت کنید، خیلی خوشگل‌تر تو برنامه ما دیده بشید. 100% ما تلاش میکنیم که شما معروف بشید، ما هم کیف میکنیم که شما معروف بشید، در کنار هم چشم هم چشمی نداریم، ما در کنار هم برنامه میسازیم، در کنار هم بزرگ میشیم و معروف میشیم، در کنار هم پیشرفت میکنیم، در اصل داریم کمکتون میکنیم شما رو زودتر معروف بکنیم.
آره دیگه، ما هم اینجوری معروف میشیم وقتی شما با ما همراه بشید، وقتی که شما بیاید توی برنامه ما شرکت بکنید، با همکاری هم یه برنامه جذاب براتون بسازیم، ما هم در کنار شما لذت میبریم و از برنامه‌مون کیف میکنیم. خصوصا وقتی که شادی شما رو ببینیم، خصوصا وقتی ببینیم اون چیزی که شما دوست دارید در برنامه ما دیده میشه و کلی پر هیجان، کلی با انرژی جلو میریم با کمک هم دیگه اون چیز رو که شما دوست دارید به تمام دنیا، به تمام بیننده های عزیز ما، خصوصا ایرانیامون نشون بدیم. پس حتما با ما در ارتباط باشید، ویدیوهایی که دوست دارید ما پخش بکنیم رو برای ما بفرستید، ما ویدیوهاتون رو با هم تدوین میکنیم، براتون یه کلیپ میسازیم، کلیپ ها رو پخش میکنیم، کسایی که توی تورنتو باشن رو خودمون و ازشون فیلم برداری میکنیم، با برنامه ما تماس بگیرید، ما میایم با هم برنامه ریزی میکنیم، در واقع اون کلیپی که شما دوست دارید رو براتون میسازیم و توی برنامه ها پخش میکنیم. بینندگان عزیز، بیننده شبکه ITN تورنتو برنامه خوب پاتوق هستیم. خیلی خوشحالیم که ما رو به خونه های خودتون راه میدین و ما رو تماشا میکنید. همینطور که میدونید از این به بعد برنامه خوب پاتوق از شبکه ITN تورنتو از طریق ما به خونه های شما میاد. ما به زودی در آینده خیلی نزدیک قرار هست که هر روز به خونه های شما بیاییم و برنامه اجرا بکنیم. شعبه تورنتو شبکه ITN رو قرار قوی و قوی ترش بکنیم و خیلی خوشحال میشیم که شما نظراتتون رو با ما در میون بذارید، کامنتاشون رو بگیم. خیلی ممنون از کامنت ها و مسیج های دلگرم کننده تون که برای ما میذارید و باعث میشه که ما انرژی بگیریم از شماها. بله، فقط من خیلی دوست ندارم که ما از بحث اصلی خودمون خیلی دور هم نشیم، ما آخرش نفهمیدیم که چی شد، ما کجاییم، اینجا کجاست، اصلا زن بگیریم نگیریم، چند تا بگیریم، یکی دو تا نصفه بگیریم، چی کار بکنیم؟ الان تکلیف ما آقایون چیه؟ آقا جون به ما بگید که ما زندگیمونو باید چی کار، اصلا شما خب آخرش میخوان چی بگیم؟ دقت کردید که هر جایی که میخوانی کلمه رو بگم ته دلش کلی ذوق میکنه. نه اصلا ما اصلا ذوق نمیکنه، ما اصلا هیچ ذوقی نداریم. آقا اصلا زندگی خودشونه، بذارید زندگیشونو بکنن. شما هر کار میخواید بکنید، بایسته ببینم، هر جور دوست دارید اجازه بده، اجازه بده ببینم. بذار حرفمو بزنم. ما اینجا اومدیم که برای بیننده هامون یه جورایی نشون بدیم که دو زنه خوب نیست بابا جان. کی گفته خوب نیست؟ شما یه جورایی انگار تشویقشون میکنید. خیلی هم خوبه برید زن دوم بگیرید، هر جور دلتون خواست، هر کار دلتون خواست بکنید. شما مشکل خودتونه، زندگی خودتونه. اجازه بده صبر کن ببینم، همینجا صبر کن من بتونم حساب شما رو برسم. اگر من وکیل هستم از طرف خانومای ایرانی از خودمون، من میدونم که چه جوری باید برنامه اجرا بشه. منم زندگی خودشونه دوست دارم، خودشون هرجوری دلشون بخواد زندگی بکنن، هرجوری دلشون بخواد. خب بس اجازه بدید همینجا برسید. من رفتم خودم ببینم چه جوری میشه. نه جدی میخوام ببینم، آخه نمیشه که اصلا قضیه چی هستش، چه جوری میشه. من نماینده طرف خانواده ایرانی هستم، من اصلا نمیتونم این چیزا رو بابا. نه 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 آخ آخ نه نشد نشد. خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوب، ولی پس یعنی ما با هم به تفاهم رسیدیم الان. خواهش میکنم بفرمایید، خواهش حتما با کار به کتک کاری برسه. یه اینجوری اصلا نه، شوخی میکنن، کتک کاری که نداشتیم، واقعا یه شوخی بود برای اینکه صداها هم صدای دقیقاً برای اینکه در اصل خانومای ایرانی بدونن که نمایندهشو اینجا سفت و محکم در مقابل شما نشسته یا ایستاده. آقایون ایرانی که کار خودشون میکنن. آقایون ایرانی حواستون باشه که خانمای ایرانی چجوری هستن. البته نه اینکه حالت این که خب یه حالت شوخی بود، نه واقعا اون که حالت شوخی بود. خانمای ایرانی میگم چجوری هستن، از لحاظ شخصیتی تکن، اصلا دست به همچی کارهایی نمیزنن. خودتون میدونید اینکه آقایون نه واقعا دمپایی، من فکر کنم جارو و دمپایی برای 200 سال پیش 300 سال پیش بوده. نه کاربرد خوبی داره. نه جدی؟ پس معلومه که تجربهشو داره. نه تجربه نداره. گفتش که کاربرد خودشو داره. چون من تا حالا امتحان نکردم رو کسی، ولی من فکر میکنم که ایشون یه همچین تجربه‌ای رو داشتن. نه خودم تجربه ندارم، ولی میگم که
نخوردیم دونه گندم ولی دیدیم دست مردم اصلا اینجوری که فایده پس این درست در شد دقیقاً. همینجوری که برنامه رو تماشا کردید ملاحظه کردید ما برنامه‌های متنوعی برای شما داریم و به خونه‌های شما میایم از طریق شبکه بزرگ ITN. خیلی ممنون که تماشاگر برنامه خوب ما بودید و خوشحال شدیم پیش شماها بودیم و مهمان خونه‌های گرمتون بودیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.